به نام خدا. سلام خانم ها آقایون، شبتون بخیر. خیلی متشکریم از شما که بیننده برنامه ما هستید امشب. خیلی سال پیش یک پسری که اصالت ایرانی داشته تو شهر منچستر انگلستان متولد میشه. ایشون تو 5 سالگی برمیگرده ایران، میاد شهر مشهد، کارش شروع میکنه، درسش شروع میکنه، رفت آمد میکنه، خلاصه بحث و نقاط دنیا. و یک بار توی این شبکه‌های اجتماعی یه مطلبی رو مینویسه راجع به غذا. قبل از اون کل مطالبی که ایشون مینویسه راجع به بحث‌های تخصصی تو حوزه آی‌تی بوده. راجع به غذا که ایشون مینویسه میبینه که چه واکنشی مردم نشون دادن و چقدر بازتاب داشت، خلاصه تصمیم میگیره این رونده رو ادامه بده. نهایتا یکی از سرشناس‌ترین شهروندان شهر مجازی میشه ایشون، که امروز خیلی از ما ایشون رو به اسم آقای تستر میشناسیم، مهمون ما هستن. و ایشون اعتقاد دارن که به هر حال همه ما به نوعی مدیون چرکاو کوبیده هستیم. یه گفتگو خیلی جالب داریم با یه مهمون خیلی جالب، پیشنهاد میکنم اون رو ببینید، بریم بهش خوش آمد بگیم. بسیار خوب، این مهمون عزیزی که خدمت شما معرفی کردم که از وقتی که وارد استودیو شده کلی حال هوای همه ما رو عوض کرده. البته ایشون به نوعی همکار ما هم تو شبکه 2 به شمار میرن. چند وقتی هستش که یه برنامه‌ای رو شروع کردن آقای خوشخوراک ما. سال 56 بهمن ماه متولد شدن در منچستر. ایشون تحصیلاتشون رو ادامه دادن تو رشته IT هم تو دانشگاه آزاد تو مشهد وقتی که اومدن ایران، و هم در واقع دانشجوی گوگل شدن و مدرک تخصصی گوگل رو گرفتن. الان هم شغل اصلیشون تو همون حوزه هستش، اما به یک دلیل دیگه ما امشب در خدمت آقای حمید سفیدنام هستیم. همینطور خیلی خوش اومدی. مرسی. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده های عزیز و ممنونم که ما رو دعوت کردیم به برنامه. سلامت باشه، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. من یک جمله‌ای رو از شما شنیده بودم که گفته بودید که من خوشخوراک هستم اما پرخوراک نیستم. حتی ظواهر امر نشون نمیده که زیاد پرخوراکم نباشید. چرا مجبورم؟ به خاطر شغلم. خب خیلی جاها مجبورم برم، خیلی جاها مجبورم غذاشون رو بخورم و راجبش بنویسم، واسه همین یه مقدار سایزم بیشتر از اندازه بزرگ شده. بله. خب پس اول یه تعریفی برای ما بکن. یکی از مشاغل عجیب رو داری، کلی خلاصه از وقتی که شما اومدی بچه‌ها اینجا میگن که مام صبح میشه میریم سر کار، یا آقا حمید هم صبح میره سر کار، ما باید چجوری کار کنیم؟ ایشون تو رستوران ها و غذا میخوره و انتخاب میکنه. تعریف کن چجوری. البته دوستا فقط غذا خوردنشو میبینن، ولی خب بعضی موقع مجبورم تا صبح بنویسم، چون به هر حال 5 سال دارم راجع به رستوران ها مینویسم، راجع به غذاهاشون، و باید سعی کنید یه جوری کار کنید که متفاوت باشید. یعنی یه جوری باشه هر کدوم با هر کدوم فرق کنه، هر خاطره‌ای که میگید، هر چیزی که از غذا مینویسید. واسه همین کار خیلی آسونی هم نیست. هر رستوران که میگم مجبورم به جای غذا خوردن ویدیو بگیرم برای کسایی که فالو میکنن، دنبال میکنن در واقع، و خب برای سختی‌های خاص خودشو داره. بسیار هم. اگه از رستورانی انتقاد کنید خب ممکنه عصبانی بشن، ممکنه از شکایت کنن. خیلی مورد شکایتی اینا هم داشتیم. یه مورد داشتیم که پشیمون شد از ظاهرا. ما منتظریم که بشه، ولی خب نشد. بسیار خب. پس دقیقاً شما صبح که از خواب بلند میشید غیر از کار شخصیتون چیه؟ همون تو حوزه آی تی هست. بله، تو حوزه آی تی طراحی سایت انجام میدیم و کلا بازاریابی اینترنتی. غیر از اون ظهرا میری سر کار دو. دیگه من به هر حال چون ظهر باید غذا بیرون بخورم، شبم باید غذا بیرون بخورم، خب همونو گزارش میکنم برای دوستان. صبحانه هم گزارش میکنید؟ صبحانه هم حالا اگر کله پاچه باشه، اگر نیمرو باشه، اگر املت باشه، بله براش میکنم. بسیار هم عالی. حالا هم که گفتم درم افتاده. حالا در واقع مشخصه یه مسابقه کردم با شما، چون من قبلا هم این تجربه رو داشتم، این هستش که بعدش آدم به شدت احساس گرسنگی میکنه با این تعریفی که از غذا میدی. و جالبیش اینه که غذای سالم هم از نظر شما تعریف متفاوتی داره. بله، کله پاچه جزء غذای سالم. غذای سالم چون هر چیزی که آدم باهاش حال کنه میشه غذای سالم. معمولا انتخاب خودت چه غذاهایی هستش؟ من خب غذای سنتی رو خیلی دوست دارم، مثلا دیزی رو خیلی دوست دارم، خورشت بامیه رو خیلی دوست دارم، کلا غذای ایرانی خیلی خیلی دوست دارم. بسیار. ولی خب غذای فرنگی هم بعضا میشه تست کنم، ولی اکثرا دوست دارم مثلا صبحونه حتما املت با پیاز باشه، مثلا املت با پیاز. بعد یعنی پیاز سرخ شده باشه، پیاز با مشت حتما. آها، یعنی آره، پیاز رو با مشت خورد کنین. این چیزا رو خیلی دوست دارم تو سنتمون، توی آداب و رسومون خیلی دوست دارم غذای ایرانی، مثلا عاشقشم. یعنی من زمانی هم که انگلیسی زندگی می‌کردم
مجبور بودم کنسرو کله پاچه با خودم میبردم یا مثلا از این کارا زیاد میکردم تو انگلیس. عجب عجب. این پیاز گفتید با مشت، یکی از بچه‌ها میپرسه که این میگن که نمیدونم ویتامیناش به این اثرش به این من خیلی هم خوشمزه تر اتفاقا خوشمزه تر یعنی اصلا معیار کلا خوشمزگیه. بله خوشمزگیه خوشمزگیه. خب من یه چیزی شنیده بودم که از یه استادی ظاهرا به شما گفته بود که شبکه‌های اجتماعی مهم نیستش خودت چی دوست داری، مهم اینه که مردم چی دوست دارن. این ایده این که شما بیای غذاها رو آزمایش بکنی، بهشون نمره بدی و بگی اینجا رو برید اینجا رو، این اصلا کجا شکل گرفت؟ چجوری من شکل گرفت؟ خب کنفرانسی بود تو لندن که اونجا صحبت بیشتر دیدم راجع به شبکه‌های اجتماعی و خب چون تخصصم آی تی هست، تخصصم طراحی سایت هست، هی مطلب می‌ذاشتم می‌دیدم کسی توجه نمی‌کنه، ولی یه اتفاقی یه قضیه که تو لندن خورده بودم گذاشتم، دیدم تعداد لایک‌هاش خیلی بالاست و خب با استادم تماس گرفتم که تو امریکا بود، ازش پرسیدم که چیکار باید بکنم، گفت فراموش نکن که در مورد چیزی که اونها دوست دارن، مردم دوست دارن باید بنویسی یا در واقع پست بذاری، که دیگه اونجا متوجه شدم مردم غذا رو دوست دارن، مثلا همین شغل شریف خوردن انتخاب کردی. بعد داستان مهمانی ها الان برای چی جوری هستش؟ مثلا تو خانواده و دوستانم طبیعتا دعوت میکنن شما؟ سخت نشده این ماجرا؟ خیلی دعوت میشیم ولی خب خیلی دعوت قبول نمیکنیم، یعنی سعی کردیم جاهایی رو سرزده بریم که اون گزارش که میمیسیم گزارش واقعی باشه. بله چون موقعی دعوت میشید خب آدم مدیون میشه مجبور خوب بنویسه. من سعی کردم تو این 5 سال خیلی کم، شاید به تعداد انگشت یه دست نرسه، که اونم اوایل بود که هنوز زیاد آشنا نبودم، ولی الان دیگه دعوت قبول نمیکنم. اکثرا میگم باشه چون خیلی هم دوست دارم دل خیلی‌ها رو بشکنم، ولی میگم باشه ولی معمولا نمیرم. پس غیر از رستوران‌ها شما خونه ای کسی هم بری گزارش خونه‌شو می‌نویسید؟ الان خب برای برنامه شبکه 2 همون دایره زندگی بله که اتفاقا به من گفتن که حتما 30227 رو بگم که مردم میتونن دعوت هم کنن برام خونه‌هاشون، ولی برای برنامه تلویزیون هست که غذاهای محلی ما اونجا معرفی می‌کنیم. مثلا ما تاکستان که رفته بودیم قیمه‌نسا رو معرفی کردیم، تو دماوند رشته پلو بود با مرغ، تچین مرغ بود در واقع با رشته، خیلی خوشمزه بود. سعی می‌کنیم استانهای مختلف سفر کنیم، دوستانم اگه محبت کنن پیامک کنن به 30227، چون چند وقتی از راه دور دعوت کردن ما نتونستیم بریم. الان خب به هر حال اگه محبت کنن و اسمس کنن و دعوت کنن حتما میریم خونه هاشون. چون بحث غذاهای محلی رو هم شما مطرح کردید، شاید به یه نوعی بشه گفتش که الان تو اون لیستی که ما برای غذاهامون حداقل شهرنشین ها داریم خیلی غذاها محدود شده، ادارات که همش فقط مثلا جوجه کباب اونم با نازل ترین کلا یه حرف خوبی بیژن بیرنگ میزد، میگفتش که اگر غذای خوب تو اروپا بخواید بخورید باید برید رستوران ها، ولی غذای بد بخواید بخورید باید برید خونه ها. تو ایران برعکسه، شما اگه غذای خوب بخواید بخورید باید برید منازل و تو رستوران ها معمولا غذای خوب خیلی خیلی کم پیدا میشه. من فکر میکنم اگه بتونیم غذای سنتیمون رو هم به دنیا بشناسونیم، هم به هر حال بحثی هست به نام فود توریسم که میتونیم از طریق غذا جذب توریست کنیم. خیلی از کشورهای دنیا کتاب دارن راجع به غذاهاشون و فکر میکنم اگر بتونیم همین غذاهایی که شاید آقای خوشخوراک یا مثل تیسه در واقع تست کرده بتونیم کتابش کنیم که معرف غذاهای محلی، غذای سنتی، رستوران ها باشه، من فکر میکنم که تو جذب گردشگرم خیلی بخواهم. خیلی اثر میذاره. بعد اون وقت این کاری که شروع کردی، این کار عجیب و غریب، حال پشت این قضیه باید منتج بشه به بحث اقتصادی، ولی در حال حاضر فقط هی داریم خرج میکنیم. آها یعنی رستوران هم شما میرید؟ من حتما باید هزینه‌هاشو بدم که اون مدیون نباشه. آها اصلا زیر بار اصلا خودمون رو معرفی نمیکنیم معمولا مگه اینکه بشناسن. بلکه شما میرید میفهمن چه بلایی سرشون اومده گزارش دیگه بعضن آره گزارش بعدی که داشتیم حالا مخصوصا دیگه شدیدترینش یکی بود تو کیش که عکس العملشون خیلی شدید بود. خیلی شدید بود. بعد شما متأهل هم که هستید. بله. موقعی که می‌خواستید ازدواج بکنید مثلا دستپخت خانم اینا رو تست کردید قبلش اینو؟ من همون واقعیت همون اشتباه پدرمو کردم و فکر می‌کنم هنوز با آشپزی دستپخت خانمامو نخوردم. جدی؟ بله بله. بسیار. بعد اون وقت الان اصلا تو خونه پس غذای پخته نمیشه؟ بله عملا پخته نمیشه، بیشتر بیرونیم، تقریبا 95% بیرون غذا می‌خوریم، ولی خب مادرم هم همینجوری بود چون فرهنگی بود
معمولا یا غذا نداشتیم یا اگر داشتیم من صبح که بیدار میشدم میدونم یه حاله ای از دود تو خونه داره حرکت میکنه که اول فکر میکنم خوابه، بعد متوجه میشدم غذا سوخته. به مادرم هم که میگفتم میخواد میگفت شوخی نکن. امیدوارم نبینم این برنامه رو داشتیم. بعد اون وقت دستپخت کی به یاد موندنی هستش خاطر انگیز برای پدرم؟ دستپختش خیلی خوبه، خیلی از دوربری هم حتی مثلا مثل بیژن بیرنگ یا دوستایی دارم که دستپختاشون خیلی خوبه و خب من همیشه زحمت میدم بهشون و معمولا غذا خوشمزه میخوام. بسیار هم عالی. عرضم به خدمت شما که یکی از چیزایی که من شنیده بودم این بودش که ما خیلی از چیزایی که به اسم خورش الان تو غذاهامون داریم، یعنی اصلا میگفتن به طور کلی تو غذا تو دنیا سس خیلی مهمه و خورش ها همشون سس هایی هستش که ایرانی ها ساختن. خورش قرمه سبزی یه سسی هستش برای روی برنج، قیمه همینطور هستش، مثلا بامیه همینطور هستش. این در واقع مسیری که شما شروع کردید به واسطه اینکه به حال هم آشنا میکنید آدم ها رو با یک طعم های جدیدی و با یک انتخاب های جدیدی، چقدر داره کمک میکنه؟ یعنی فکر میکنه چقدر تونستی اساسا کمک کنی که این توسعه بدی، این کاری که ایرانی ها میکردن تو صنعت غذا؟ ببینید خب من اولی که شروع کردم خیلی اطلاعات غذایی شاید کامل نبود، خب مجبور میشدم رو هر غذا برم تحقیق کنم. با کسایی که میرفتم خب آشپزای معروفی بودن و این خیلی کمک کرد که اطلاعات من زیاد بشه راجع به غذاها. الان هم هنوزم که هنوز می نویسم، مثلا دیشب داشتم راجع به دختر لوس می نوشتم، رفتم در آوردم که با چیا پخته میشه. بعد دختر لوس یه غذای گیلکیه، بله غذای گیلکیه که بادمجون داره و یه سری سبزیجات داره، که مثلا دیشب داشتم تحقیق میکردم که این غذای چیه، واسه همین اطلاعات خودم رفته بالا. ولی اینکه خب به هر حال رستوراندارا پیگیری میکنن، میدونن که اگر خب به هر حال به رستورانشو سر بزنیم، این ترسه یه مقدار کمک کرده که شاید حالا بعضی رستوران‌ها اهمیت بیشتری بدن. ولی خب اینکه چجوری غذا بخورن، چه غذاهایی بخورن، کدوم رستوران برن، چه غذاهایی رو انتخاب کنن، اینا فکر می‌کنم. و خب من تمام دنیا هم رفتم، یعنی آمریکا رفتم، ارزان بزرگتون نیویورک خب همایشی دعوت بودم اونجا، یا برای انتخاب برترین وب اروپا دعوت شدم به آیسلند که اونجا خب غذاهای دریایی خیلی خوشمزه‌ای بود. به مادرید سفر کردم چند ماه پیش که برای بازدید از دفتر گوگل بود و خب ورزشگاه سانتیاگو برنابو من تو خود ورزشگاه در واقع غذا خوردم که اتفاقا پیراهن با امضای رونالدو هم به من هدیه دادن و خیلی چیزای دیگه، خیلی کشورهای دیگه ای که هر کدوم از اونها یه فرهنگی دارن، یه فرهنگ غذایی دارن که سعی کردیم مردم رو آشنا کنیم با این سبک غذاها. بسیار عالی. من یادم یه موقعی یکی دو تا رستوران تو تهران راه افتاده بودن، فکر کنم تو حوالی بلوار آفریقا بود، اینا که مثلا بیاین تو انقدر ورودی بدید و هر چقدر میخواین غذا بخورید برید، جمعیت میرفتن خلاصه صف میبستن. ما یه گروهی از دوستای ما بودن که یک دو بار رفتن اونجا دیگه راهشون ندادن، انقدر اینو گرسنه بودن کلا طرف مثلا اقتصادش گره خورد. بعد همونا بعد از دو سه سال اصلا متوقف شد کارشون، انگاری که مردم ذائقه شون عوض شد، به جای غذای حجمی خوردن دنبال غذای کیفی خوردن میرفتن. میخوام ببینم این تعبیر درسته؟ الان مردم واقعا سختگیر شدن هنوز تو انتخاب غذاشون یا نه؟ هنوز نه، مخصوصا تهران. حالا شهرستانا رو خب من مثلا مشهد زیاد سفر میکنم، مشهدی ها معمولا به غذا خیلی اهمیت میدن. درسته، رستوران های خیلی خوبی هم تو زمینه شیشلیک دارن و به هر حال تو زمینه ماهیچه و معمولا به غذا خیلی اهمیت میدن. ولی تو تهران بیشتر من فکر میکنم به فضا اهمیت میدن و حتی من جاهایی بوده که یه جایی رفتم انقدر این غذا بد بوده که برای اولین بار من گفتم بگید فقط مدیر بیاد. عجب. بعد که صداشون کردم فهمیدم غذا مال 4 روز پیش بوده. ولی جالب بود، همه تا زمانی که ما اعتراض نکرده بودیم همه نشسته بودن خیلی قشنگ داشتن غذا لذت می‌بردن و فرهنگ اعتراض هنوز توی ایران جا نیافته. یا غذایی که من توی مثلا فرض کنید اون هتل توی کیش خوردم و خیلی بد بود، جالب بود که رو تمام میزا کوبیده ها مونده بود و من از موندن اینا متوجه شدم که غذا خیلی بده و هیچ کس اعتراض نمی‌کرد، همه می‌خوردن و خیلی قشنگ هم میومدن بیرون. و خب این متاسفانه باعث میشه که یه سری رستوران‌ها سوء استفاده کنن از این فرهنگ. بسیار عالی. خیلی از در واقع جهانگردایی که میان ایران تعریف میکنن از یه سری از غذاهای ایرانی، عمدتاً ما کباب رو معرفی میکنیم به بله، یکی از مشکلات اینه که وقتی میان رستوران‌ها فقط جوجه کباب میدن. یعنی من خب چند وقت پیش همایشی رو برگزار کردم که مهمانان هم خارجی بودن، اینا اینقدر چلو کباب خورده بودن که دیگه میگفتن بیشتر دیگه نریم رستوران که مثلا کباب بخوریم. بعد یکی دو بار که غذای خونگی خوردن بعد متوجه شدن خب غذای واقعی ایرانی چیه. متاسفانه هنوز رستورانی که بتونه غذای اصیل ایرانی رو
به مردم ارائه بکنه خیلی کمه. چرا الان مثلا ما بعضی از رستوران‌ها رو داریم، همین الان صحبت سرولات بود با بچه‌ها تو چابکسر که مثلا چند تا از این خانواده محلی اومدن اونجا غذای محلی دارن میدن، بعد تعطیلات که میشه، یعنی از تهران و اصفهان و شیراز هر کس که میره شمال 45 اصفهان میره رفتم، خیلی هم معروفن، ولی همونا هم تقریبا صنعتی شده الان مدلشون. بله من آخرین باری که رفتم خیلی صنعتی شده بود. بسیار عالی. بعد حالا با این بعد چرا اساسا غذاهای محلی اینقدر وقتی اشتیاق هستش تو شهر بزرگ شکل نمیگیره، یعنی تعدادشون اینقدر بالا، هنوز هم همون فست فودا و همون غذاهای؟ خب ببینید غذاهای محلی حتما، مثلا شما وقتی میخواید، خب به گوشتش بستگی داره، شاید گوشت تهران با گوشت مثلا شما گوشت مشهد قابل مقایسه با گوشت تهران نیست، یا حتی مواد لازمه که داره، خب مثلا سیری که شما توی گیلان پیدا میکنید هیچ وقت نمیتونید تو تهران پیدا کنید. من فکر میکنم اون مواد اولیه‌اش هم مثل غذای چینیه، غذای چینی هم هیچ وقت شما نمیتونید تو مثلا ایران دنیا، بله، چون به هر حال اون موادی که دارن استفاده میکنن مختص کشور تازه باید باشه و همونجا هست. یه جمله معروف دیگه هم شما دارید که حالا من اول برنامه هم گفتم، گفتید همه ی مامدیون کباب کوبیده هستیم. منطقه بله. این جمله من فکر میکنم چون به هر حال کباب کوبیده یکی از غذای ارزونه و با توجه به اینکه خب خیلی ها ممکنه اون توان مالی رو نداشته باشن برای خوردن غذای گرون، وقتی میخوایم دور هم جمع بشیم، من اکثرا یادمه پدرم مثلا یهو 30 تا کوبیده میگرفت، 20 نفر آدم میشستیم میخوردیم، نفر یکی و نصفی یا دو تا بود یادمه دیگه، اگه خیلی دیگه کم بود یه دونه با برنج مثلا می‌خوردیم. من فکر می‌کنم که کباب کوبیده باعث شد که خیلی شبای خوبی رو ما همه در کنار همدیگه باشیم و شبای خوبی رو با یه مبلغ خیلی پایین، و هنوزم که هنوزه، خب هنوز اونقدر گرون نیست که باعث بشه دور هم جمع نشه. خیلی خوب. یه سری خوابای بامزه شما می‌بینید. من قبلش اول یه تشکر از خانم بایگان بکنم، امروز خیلی محبت کردن، این گفتگو رو ما تونستیم هماهنگ بکنیم. یه خبری دیگه هم که امروز من شنیدم، الان تو مسیر داشتم می‌اومدم شنیدم که همه بیلبوردها تو تهران قرار یه دور قبلا آثار هنری شده بود بیاد به سمت سلامت و غذای سالم و اون چیزایی که به حال چون امروز هم بحث مبحث غذای سالم هستش، راجع به خوابات می‌خواستیم صحبت بکنیم. خوابای بامزه‌ای که خواب زیاد می‌بینم اینم راجع به غذاها، با توجه به اینکه خب غذا خیلی دوست دارم، بعدم تقریبا هر شب هم میرم در یخچال. یه خاطره هم اگه بگم، یه شب ساعت 2 صبح رفتم در یخچال، بعد داشتم همینجور خیارشور خارت خارت صدا میکرد، بعد موقعی داشتم میخوردم یهو خاله خانومم که تو حال خوابیده بود با عصبانیت بالشش رو برداشت و رفت، و فکر میکنم یکی دوتا ناسزا هم به من گفت که حالا وظیفه ندارم. ولی خب اینقدر من در یخچال معمولا باز میذارم که این نورش تو تاریکی در واقع کمک کنه که من کالباس و اینا رو پیدا کنم، و به هر حال اینم یه خاطره بود که دو صبح، ولی معمولا دو صبح سه صبح میرم در یخچال، شیر خیلی دوست دارم، شیر خیلی میخورم. یه سری یخچال نیمه شب حتما میبرم، حالا کالباس و اینا هم باشه با نوشابه خیلی دوست دارم، نوشابه خیلی میخورم. آها گفته بودی که نوشابه خیلی دوست داری، اضافه وزنم مال غذا نیست، بیشتر مال نوشابه است بیشتر. بله خیلی نوشابه میخورم. شما سابقه من نگاه میکنم خیلی هم ورزشی بودی، یعنی فوتسالیست بودی و با تیم ملی تمرین میکردی؟ بله من خب تو استان خراسان بازی میکردم با بچهای تیم ملی، و حتی یه بار سوم استان شدیم تو سالن شهید بهشتی، پینگ پونگ قهرمان ناحیه بودم، کشتی رو خیلی دوست دارم با توجه به اینکه پدرم قهرمان کشور بود، و الان هم دارم بوکس یاد میگیرم. بوکس؟ بله مربی خصوصی گرفتم که دارم بوکس یاد. خیلی عالی. ما پسر آقای شکیبایی مهمون ما بودن، گفتن که خدا رحمتشون کنه، میگفتن خسروخان خیلی اهل ورزش بودن، گفتم چرا اش گفت کشتی کرد. گفتم مثلا باور آدم به شما نمیخوره بوکس انصافا. یه خاطرم راجع به تست آب که یه بار آزمایش آب کردم، اون چی بود؟ بله یه بار من یکی از روزنامه‌های معروف کشور رفته بودم که یهو دیدم 3 تا آب چیدن، و گفتن که خب آیا تستر شما بیاد تست کنین اینها رو، بعد من 3 تا رو خوردم همش مزه آب میداد، بعد مجبور شدم فقط یه شماره گذاشتم که خلاصه کدوم بهتر هستش و کدوم درسته. بسیار خب، خیلی متشکر از شما. فکر کنم الان تو خیابونم که رامینی مردم همه میپرسن کجا غذا بخوریم. بله خیلی هم میپرسن، اتفاقا یکی از مقامات ارشد دولتی پسرشون یه بار به من زنگ زد که پدر قراره یه سری مهمان خارجی دارم ببرم بیرون، کجا ببرن، که من ساعت 12 شب بهشون گفتم کجا ببرن کجا ببرن که غذای خوب بخورن. خیلی زنگ زدن، حتی یه بارم یه خاطره حالا الان یادم اومد، یه بار ساعت 12 شب یه نفر زنگ زد گفت آقای سفیدنام این رستورانی که ما رفتیم تعطیله. گفتم شما میدونید کجا رو گرفتی؟ گفت شما مگه آقای تستر نیستی؟ گفتم چرا؟ گفت خب بعد به من بگی من کدوم رستوران برم. صوت ما 12 شب، حالا موبایلم از کجا گیر آورده بود نمیدونم. خیلی عالیه. انتخاب اول خودت تو غذا چیه؟ من
امشب قرمه سبزی داریم. قرمه سبزی قطعا. یعنی میدونی برنامه رو هم داری که چی هستش امشب شام؟ بله حتما. اصلا من نمیدونیم چی منتظر. حتما من نقشه بکشم که امشب چی بخورم، فردا صبح چی بخورم، تا دو روز آینده الان میدونم چی بخورم. سیار امشب و انتخابت کلا قرمه سبزی انتخاب اوله؟ قرمه سبزی خیلی دوست دارم. بامیه خب خیلی دوستش ندارم به خاطر لیز بودنش، ولی من خیلی خیلی دوست دارم. کلا غذای ایرانی دوست دارم. اصلا چیزی نیست که دوست داشته باشم. فقط یه غذایی که دوست ندارم کلم پخته است که اونم چون بابام جریمه میکرد. یکی شلغم بود، یکی هم کلم پخته. با شلغم الان کنار اومدم، دوست دارم شلغمو، ولی خب با کلم پخته ایشان نمیتونم. خیلی متشکرم ازت، ممنون به خاطر این ریتم جالبی که گفتگو داشتم. میخوام از شما خواهش بکنم برای ما یه یادگاری بنویسی با اون خط قشنگ و اینها. این خدمت شما اجالتاً. متشکرم حمید جان، ممنون از شما. که بریم ببینیم آقا حمید چی نوشتن برای ما. بارزوی بهبودی برای تمام مریض ها، مستر تیستر نقاشی با مزم کشیدن. خیلی متشکرم که بیننده برنامه ما بودید. ما